به نظرم روسیه اکنون امکان دارد که حتی بیشتر بخواهد امی موضوع را تعقیب نماید. روسیه به نظرم نشانه های مختلفی را تا اکنون نشان داده است و ممکن راهی را که قزاقستان در پیش گرفته دنبال نماید و به طور علنی گفتند که طالبان را به عنوان شریک خود در مسائل اقتصادی و امنیتی می دانند. که این دو مسئله دلیلی بود که قزاقستان در قبال طالبان همچو اقدام کرد. از سوی دیگر ما از شماری از مقامات روسی شنیدیم که طالبان را به خاطر اجازه و پناه دادن گروه های دهشت افغان متهم می سازند. این گروه ها برای کشورهای همسرحد با افغانستان و آسیای میانه تهدید شمرده می شود. مقامات روسی اشاره کردند که ممکن اقدام مشابه در قبال طالبان داشته باشند. به نظر شما پس از حذف طالبان از فهرست گروه های دهشت افغان این مسئله بر رابط سایر کشورها چی تاثیر به جا خواهد گذاشت؟ هر کشور به نوبه خود تصامیم قانونی میگیرد و نظر خاص در این مورد ندارم، اما در کل فریضه من این است که هر نوع اقدام ممکن روابط حکومت و رژیم ها را شکل دهد و یا بیشتر مردمی که تجارت می کنند برای سرمایه گذاری به افغانستان اقدام نمایند. برخی دلایل وجود دارد که چرا طالبان را از دهشت افغانان متفاوت جلوه می دهند، اما چیز زیادی تغییر نخواهد کرد. به نظرم اکنون هم یک نظریه خطرناک است که با یک کشوری که حاکمیت آن در دست گروهی است که به حاکمیت قانون باور ندارد ما پول بدهیم. گزارش اخیر ملل متحد حاکی بر آن است که شماری از گروه های دهشت افغان از خاک افغانستان فعالیت میکنند و یک کشورهای منطقه تا کنون از حضور طالبان در افغانستان نگران هستند. در قسمت دو مسئله مهم، نخست این که گروه های دهشت افغان که در داخل افغانستان فعالیت دارند و طالبان به نظر آنها یکی از این گروه ها نیست که من با همچو تحلیل ها مخالف هستم و باید بگویم که طالبان در قدم اول به گروه های دهشت افغان پناه دادند و مراکز تعلیمات القاعده در افغانستان وجود دارد و وزارت دفاع طالبان مانند یک گروه دهشت افغان با استفاده از تاکتیک های دهشت افغانی در برابر مردم افغانستان اقدام می کنند. آنها نه تنها به گروه های دیگر اجازه دادند، بلکه خودشان مانند یک گروه دهشت افغان فعالیت می کنند و اکنون تلاش دارند که جوانان را در این گروه ها جذب نمایند تا راه آنها را دنبال کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که می خواهد رابطه با طالبان بسازد و روسیه خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شده است. آیا فکر می کنید که یک گزینه بر اسم شناختن طالبان توسط مسکو است؟ حدس من این است که او برای طالبان یک نوع روحیه می دهد که این مسئله باعث شده است تا کنون طالبان را به رسمیت نشناختند که اگر طالبان آنچی روسیه بخواهد در نظر بگیرند باید یک حکومت همشمول تشکیل دهند. روسیه با برگزاری نشست فرمت مسکو در آخر این هفته راه‌های مختلف برای تغییر رفتار طالبان را در نظر داشت، اما فکر نمی کنم که روسیه تا زمانی که در بدل بر رسمیت شناختن چیزی برایش نرسد تصمیم نخواهد گرفت. به نظر شما مشروعیت بخشیدن طالبان ممکن یک اقدام استراتژیک از جانب پوتین باشه که میخواهد که ایالات متحده و متحدین امریکا را تحت فشار قرار بدهد؟ تاثیر از این بر جغرافیای سیاسی در کل در منطقه چی است؟ فکر می کنم که احتمال زیاد وجود دارد که روسیه ممکن همچو اقدام را علیه امریکا و متحدین آن بکند، اما باید یکی از مسائل قوی را بپذیرد. آنچه نگران کننده است این است که روسیه ممکن در سازمان ملل متحد تصمیم بگیرد تحریم ها علیه طالبان را که اخیراً در ماه دسامبر از جانب شورای امنیت ملل متحد گرفته شد تضعیف نموده یا رفع بسازد. هرگاه روسیه تصمیم بگیرد که در برابر تحریم ها علیه طالبان اقدام کند، در آن صورت تنها مسئله طالبان نیست، شماری از تحریم ها علیه رژیم باقی می ماند که اگر بخواهند بر امریکا یا کشورهای غربی فشار بیاورند، اما این کار از طریق وضع تحریم های ملل متحد انجام می شود. اما برای ایالات متحده اکنون طالبان یک مسئله بسیار مهم نیست، اما در حال حاضر این مسئله ممکن در ذهن او پوتین نباشد. شما دینامیک منطقه را با اقدام روسیه به خاطر طالبان چطور می بینید؟ برای شما چین، ایران و روسیه می خواهند که با ایالات متحده و متحدین امریکا در افغانستان رو در رو قرار بگیرند؟
نه خیر، تأثیر ندارد. صادقانه باید بگویم که به نظرم آنها می دانند که روابط آنها با افغانستان برای امریکا بسیار مهم نیست. و اگر آنها بخواهند با طالبان رابطه ای داشته باشند، دلایل خود را خواهند داشت. در کل صادقانه، دلایلی که برخی کشورها با طالبان رابطه ندارند و امریکا رابطه ندارد. در واقعیت این مسئله مربوط به حضور گروه های دهشت افغان در افغانستان و تهدیدات آن بر مرزهای این کشور محسوس است. واقعا تهدیدات گروه طالبان برای شماری از گروه های افراطی روحیه داده است که در کشورهای خودشان روش طالبان را الگو قرار دهند و از آن تقلید نمایند. در این صورت اگر آنها رابطه داشته باشند یا نداشته باشند روی دلایل مربوط خودشان خواهد بود. این مسئله به امریکا و اروپا که چی نظر دارند ربطی ندارد.